بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان تلویزیون جهانی هادی سلام و درود خداوند بر شما موفق و پیروز باشید ما را از دعای خیرتان ان الله فراموش نمی کنید از ای که سوالات شرعی و احکامتان از تلویزیون جهانی هادی و از برنامه شریعت با نمبر واتسپی مثبت 964 780 255 413 از ما پرسان میکنید یک جهان تشکر و سپاس گاهی از اوقات برخی از سوالات شما بسیار بسیار جنبی خصوصی پیدا میکنه ما نمی در تلویزیون مطرح کنیم بلکه در واتساپ خود همو بیننده عزیز جواب سوالشان روان میکنیم پس از این خاطر از ما خفه نشین با توجه به اینکه ایام حزن اندوه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین تمام شده و مسلمین و مسلمات مجالس شیرنخوری و مجالس عروسی دارن گاهی از اوقات سوال میشه که مثلا یک شخصی که مثلا عروسی کرده برای پسرش یک عروسی آورده یا دختر خودش عروس کرده یک دامادی به هر حال میگه خب مجلس است و شادی است و خب یک شب هم هزار شب نمیشه برخی از اوقات اتفاق میفته که مثلا ادی از خانمای فامیل محرم و نامحرم در مقابل داماد یک چرخ میزنن یک رقص میکنن حالا سوال است که آیا رقص کردن محرم های داماد در مقابل عروس و داماد جایز است یا نیست مثلا مادرش یک چرخی میخواد بزنه خواهرش میخوای یک چرخی بزنه عمیش میخواد خالش هم کسایی که محرم هست میخوای یک چرخ بزنه و از اون طرف گاهی از اوقات اتفاق میفته که پدر داماد، برادر داماد یا پسر عموی داماد یا پسر مامای داماد کسایی از نزدیکا و دورای داماد میگه حالا یک چرخ پیش داماد سای بزنیم و به هر حال یا گای خود داماد میرقصه و شاباش جمع میکنه پیسه جمع میکنه این چه رقم است که آیا کلا رقص جایزه است یا رقص جایز نیست در این زمینه حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی در یک تقسیم بندی انواع رقص را به هشت قسمت تقسیم میکنه یعنی ما هشت نوع رقص داریم که از بین از هشت نوع رقص فقط یک نوع رقص از جایزه بقیه از این برخیاش با حرام بنا احتیاط واجب حرام است و اما نوع اول است که زن نامحرمی در مقابل مرد نامحرمی رقص کنه یعنی هر دو نامحرمان هیچ ارتباطی با هم نداره زن در مقابل مرد می رقصه حضرت آقا می فرماند که چنین رقصی حرام است دوم مرد نامحرمی در مقابل یک زن نامحرمی می رقصه خویم حضرت آقا می فرماند که چنین رقصی حرام است نوع سوم گاهی از اوقات مردان در مقابل مردان می یعنی مردی چند دانه مرد در کنار چند دونه مرد دیگه می رخسن. و گاهی چند زن در مقابل چند زن می رخسن. که حالت چندم میشه چهارم میشه این دو نوع رقص هم بنا بر احتیاط واجب حضرت آیت الله العظمی سیستانی می که چیه حرام است و اما رقص پنجم مرد در مقابل محرم های خودش میرقصه مثلا اینجا فراز مثال ما است که داماد در مقابل مادر خودش در مقابل خواهر خودش در مقابل عمه و خاله و کسای دیگه خودش میرقصه حضرت علی الله علیه السلام باز بازم بنابر احتیاط واجب این رقص هم چی حرام است حالت دو و حالت بعدی است که زنی در مقابل محرمهای خودش رقص میکنه مثلا عروس خانم در مقابل پدر شوهر در مقابل پدر در مقابل برادر در مقابل عمو و مامای خودش رقص میکنه حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله میفرمایند که چنین رقصی هم جایز نیست و بنابر احتیاط واجب باید ترک شود هفتمین قسم رقص است که زن در مقابل شوهر خودش میرقصه و این رقص را کسی دیگه غیر از شوهرش نمی بینه و همراه با موسیقی و ساز و آواز نیست صرف هر دو در یک خانه هستند بدون از کدام رقص بدون از کدام موسیقی پخش شود یا آوازخانی پخش شود زن در مقابل شوهر خودش میرقصه از او هشت قسم رقصی که خدمت شما عرض کردم که یک نوعش باقی مانده تنها رقصی که جایزه و هیچ مشکل شرعی هم نداره اینی می رقم رقص است و اما رقص هشتم خدمت تناز کنم ایست که شوهر در مقابل خانم خودش برقصه بازم هیچ کسی نیست یعنی کدام سازی کدام آوازی کدام تبلی چیزی دیگه ای نیست نه صرف در خانه هستند و کسی دیگه ای نمیبینند اما شوهر در مقابل زن خودش میرقصه پیشتر گفته بودیم که زن در مقابل شوهر میرقصد جایزه اما اگر شوهر در مقابل زن رخص کرد حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی میفرمان که بنابر احتیاط واجب این رقم رقصم جایز نیست نتیجه سخن از هشت قسم رقصی که قابل تصوره فقط یک نوع رقص ازی جایزه و او رقص زن در مقابل شوهر حالا فرق نمیکنه در این انواع رقص ها نمیفهم رقص خارجی باشه رقص وطنکی باشه آتنگ باشه دیدین مردا کنار هم دیگر دست دسته هم دیگر یک آتنگ میندازن خلاص یک رقص میکنه تمام از این رقص ها از نظر حضرت آیت الله سیستانی یا حرامه یا بنابر احتیاط واجب حرامه وقتی رقصیدن به این وضعیت کیفیت حرام باشه آموزش رقص هم حرامه یعنی کسی باشه که به یک کسی دیگه آموزش رقص بده و از این طریق دریافت مال کنه پول دریافت کنه هست دیگه متاسفانه جامعه ما در حالتی قرار گرفته که فرهنگ غربی و غیر اسلامی وارد فرهنگ و عنانات و رسومات ما شده که از جمله همین پرداختن به رقص ها. پس بنابراین اگر کسی از طریق رقص و آموزش رقص یعنی رقص را آموزش بده پول دریافت کنه یا در یک مجلسی برقصه و پول دریافت کنه حضرت آقا می که چنین کار جایز نیست وقتی چنین کار جایز نباشه مالک او پول نمیشه وقتی مالک او پول نشود میگن اکر مال به باطل یعنی خوردن مال مردم را از راه باطل و وقتی مال از راه باطل خورده شود در سرنوشت و در آینده انسان تأثیر بسیار بسیار منفی داره باشد که مجالس ما شاد باشد اما نه شادی که در او گناه و معصیت انجام شود. تا دیدار بعد همه سروران ارجمند و دنبال کنندگان تلویزیون جهانی حادی برنامه شریعت با خدای تبارک و تعالی بسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.